دکتر محمد سیفزاده، حقوقدان برجسته کشورمان، در ادامه سلسله برنامه‌های هفتگی خود از شبکه جهانی دور تیوی، بخش چهارم مردم سالاران بودن یا نبودن ساختار قانون اساسی در ایران را مورد بررسی قرار داد. توجه شما را به این برنامه جلب. آقای سیفزاده، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو مجدداً این هفته در اختیار ما گذاشتید تا بخش چهارم مردم سالاران بودن یا نبودن ساختار قانون اساسی در ایران رو مورد بررسی قرار بدید. خواهش میکنم بفرمایید. بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. همانطوری که میدانید در این سه قسمت که گذشت نگرشی از لحاظ تاریخی بر بعضی از مقاطع از انقلاب مشروطه تا انقلاب انجام شد که در این قسمت چهارم قصد دارم قسمت‌هایی از تاریخ و آنچه که به هر حال مردم می‌خواستند چون برای شناخت به اصطلاح وقوع انقلاب و نوشتن قانون اساسی ضرورت دارد، چندین مطلب رو یک نگرشی نسبتاً آسیب شناسانه به آن داشته باشم. گرچه کودتای سوم اسفند 1299 ضربه کاری به آرزوها و آمال ملت ایران وارد کرد و البته در این ضربه رهبران انقلاب که به اصطلاح خودمحوری ها و خودبینی هایی داشتند خود عاملی برای چنین به اصطلاح کودتای اجنبی سازی شد، با این وجود می توانیم بگوییم که کودتای 28 مرداد 1332 نه تنها آرزوهای به اصطلاح یک حکومت مشروطه رو به باد داد، بلکه به اصطلاح سلطه‌گری را نیز در معادلات جهانی وارد کارزار دنیا کرد و آن آمریکا بود که به اصطلاح کودتای 28 مرداد شروعی برای سلطه بود، چنان که بعدها عرض کنم خدمتتون که گفته شد برژنسکی گفت ما برای تسلط بر دنیا ذخایر نفتی خاورمیانه را می‌خواهیم. اگر می‌خواهیم بر دنیا آقایی بکنیم بر اونجا باید سلطه داشته باشیم. و کودتای 28 مرداد 1332 یک الگویی جهت سلطه برای سایر کشورها گردید. ما بد نیست بدانیم که مگر مصدق چه می گفت که باید چنین کودتایی صورت بگیرد. اسنادی که از مدتها پیش از سازمان سیا بیرون آمده نشان می‌دهد که بعضی از جامعه شناسان و مورخین نیز بر این روال هستند که از ابتدا آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دنبال براندازی دولت دکتر محمد مصدق بودند. مصدق چه می‌گفت؟ مصدق به شاه می‌گفت آقا شما شاه مملکت هستید، شما از مسئولیت و مسئولیت از مسئولیت مبرا هستید، دارای مسئولیت هستید، شما شاهی بکنید، اجازه بدهید دولت ها بیایند و بروند و اگر در کار آنها نقصانی است نظام مشروط ضربه نبیند و شما هم پادشاهی کنید. اما این مطلب که به نفع خود شاه بود در مغز شاه نمی گنجید که اجازه دهد غیر از خودش کسی دیگر تصمیم بگیرد.
اما چه مناسبت به چه مناسبت میگویم آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از ابتدا دنبال ساقط کردن دولت مصدق بودند، از آن جایی که دو مطلب در مصدق وجود داشت. یک اینکه نفت را ملی کرد برای رفع سلطه انگلیس ها، برای اینکه دست اونها رو از مملکت کوتاه بکند، و دوم ناسیونالیزم مورد نظر مصدق بود که اگر این دو پا می گرفت دیگر برای سلطه‌گران و چپاولگران و غارتگران بین المللی راهی باقی نمی ماند، چنان که در همین منطقه و در بعضی از کشورهای دنیا دنبال ملی کردن صنعت نفت افتادند، و نه تنها صنعت نفت بلکه مثلا کانال سوئز هم ملی اعلام شد در زمان ناصر. بنابراین این دو مطلب برای منافع به اصطلاح سلطه‌گران بسیار ضرر داشت، و برای همین بود که عزم خود را جزم کردند تا با کمک دربار، فواحش و عرض کنم خدمتون اراذل اوباش، سرنوشت مردم ایران را تغییر بدهند و محیط ایران را یک پارچه استبداد برش مستولی بکنند. بنابراین این الگو حتما علیه مصدق باید انجام می شد از منظر به اصطلاح استعمارگران. اما چند مطلب هم هست که در آسیب شناسی این قضیه بد نیست. در هنگام انقلاب دکتر علی شریعتی را معلم بزرگ انقلاب نامیدند. شریعتی فی الواقع چه می گفت که معلم انقلاب نامیده شد؟ شریعتی می گفت انقلاب قبل از آگاهی فاجعه است. یادتان باشد اول آگاهی بعد انقلاب. ارتجاع هار و درنده که از در بیرون کردید اگر آگاهی نباشد، از پنجره داخل خواهد شد و دمار از روزگارتون برخواهد آورد. در قسمت‌های مختلف و کتب مختلف و شاید بگوییم در کمتر نوشته و کتابی از شریعتی هست که علیه سه عنصر به اصطلاح زر و زور و تزویر، گرگ و روباه و موش، تیغ و طلا و تسبیح، و همچنین عرض کنم که نهایتا در سفر حج در کتاب حج اونجا صحبت از سه عنصر میکنه، یکیش را به اصطلاح مظهر زور میداند، دیگری را مظهر زر میداند، اون به اصطلاح در رنگ جمرات که خدا نصیبتون بکنه، و قسم سومی را عامل تزویر می‌داند، روحانی پلید به اصطلاح یهودیت، بلعم باورا، فرعون و قارون و بلعم باورا. این اساس فکری انقلاب بود. اما توجه داشت و الحذر می‌داد و پرهیز می‌داد که نکنه دنبال انقلاب مذهبی بروید. از انقلاب مذهبی فقط آخوند بیرون خواهد آمد. این را مرتب تاکید می کرد و اخیراً آقای شاه حسینی از به اصطلاح پیشکسوتان جبهه ملی نیز در کتاب جدیدی که چاپ کرده این مطلب را آورده است. او تنها جریانی بود که به اصطلاح و تنها شاید شخصی بود که برای انقلاب نقشه داشت، و با این دید از منظر اینکه سالها من داستان و بازپرس بودم برای پیاده کردن اهداف به اصطلاح سلطه‌گران، شریعتی از مهره‌هایی بود که باید از میان برداشته می‌شد. اما
بعد از کودتا شاه وقتی که فرار کرده بود از ایران به اصطلاح در 25 مرداد که کودتا شکست خورد از ایران گریخت، ابتدا به بغداد و بعد به روم رفت و بعد از اینکه کودتای دوم یعنی 28 مرداد پیروز شد، کرمیت روزولت به اصطلاح کتابی دارد به نام کودتا که خب اونجا مطالبش را نوشته، اما مطلبی بسیار عبرت آموز وجود دارد که این مأمور سازمان سیاه وقتی به دیدن شاه می رود، شاه به او می گوید من سلطنتم را و خودم را مدیون شما می دانم، یعنی مدیون سازمان سیاه. خب با این دید هست که نگاه بکنیم چطور قرارداد وین را به دستور شاه مجلس تصویب کرد بر طبق اون به اصطلاح قرارداد وین و حق به اصطلاح شناختن حق قضاوت کنسولی برای آمریکاییان، که خاطرم هست که به اصطلاح یک گروهبان آمریکایی بدمستی کرده بود در حین رانندگی، وقتی که من به اصطلاح دادگاه عهده‌دار مسئولیت دادگاه بودم این رو پلوی من آوردند و این پایش را روی میز دادگاه گذاشت تا این اندازه تحقیر که من فریاد کشیدم که اینجا دادگاه هست و بعدم البته وکیلش که اینو توجیه نکرده بود توبیخ کردم و یا در استانی گروهبان دیگه زده بود وکیل رو کشته بود و رفته بود از مرز اون استان رد شده بود، استاندار دستور داده بود که برید دستگیرش کنید و بیاورید، آوردن و اونو در زندان نگه داشت تا به اصطلاح اون دیه پدر مادر را گرفت، اما بعدن این به اصطلاح استاندار را که سمت نظامی هم داشت محاکمه کردند. و یا مثلا حکم تخلیه برای یک موجری که خانهش رو به یک آمریکایی اجاره داده بود، به خانه احتیاج داشت، طرف اجاره به درستی نمیداد، عرض کنم که مدت اجاره تمام شده بود، وقتی که در دادگاه آمد به حق قضاوت کنسولی و قرارداد وین استناد کرد. دیگر با 30,000 مستشار آمریکایی که در ایران وجود داشتند و حقوقهای کلان می گرفتند، اون وقت خواهیم فهمید که چرا نوک تیز حمله در انقلاب سال 57 متوجه آمریکایی ها بود. اما بعد از کودتا ساواک اداره‌ای درست کرد به نام اداره مروجین مذهبی که من این اسنادش رو به اصطلاح در زمانی که دادستان انقلاب بودم به خمینی دادم. این اداره مروجین مذهبی و انجمن حجتیه علیه سه جریان فکری از کنم که از بالای منابر مبارزه می کردند: دکتر شریعتی، سازمان مجاهدین خلق و خمینی. اینها در سال به اصطلاح در سال 56، اینها از لحاظ تاریخی این مسائل بسیار بسیار مهمه، تعدادی از زندانیان سیاسی با ستایش از شاه و سپاس شهریارگویان از زندان آزاد شدند و اینها همان کسانی هستند که بعدها مسئولیت کمیته ها و را در اختیار می گیرند. همچنین بسیاری از مساجد در اختیار ساواک بود و وعاظ اونها و واعظ اونجا عرض کنم که زیر به اصطلاح نظر ساواک عرض کنم خدمتتون که مسجد رو اداره می کرد. و همچنین عناصر گوناگون از جمله عرض کنم که سیاسیان نادم چنان که گفتم کمیته ها رو در ایران تشکیل دادن، مساجد رو هم که در اختیار به اصطلاح ساواک بود
این را هم بگویم که با انحلال ساواک در زمان بختیار بسیاری از اینها به داخل کمیته ها رسوخ کرده بودند و این هم در اون زمان یکی از گرفتاری های به اصطلاح ماها بود که به اصطلاح سنت قضایی داشتیم و بالاخره در هر کجا آشوبی به پا می کردند. انجمن حجتیه و اداره مروجین مذهبی بعد از انقلاب و در کوران انقلاب به داخل انقلاب خزیدن و همون مسئولیت هایی که قبلا داشتن ادامه دادن. به تدریج اینها حتی بر راهپیمایی ها هم سلطه شدن، مسلط شدن و دیدیم که در جریان راهپیمایی ها عکس ها به اصطلاح بسیاری از عکس های گروه ها، احزاب و حتی مثلا گاهی عکس های شریعتی و مصدق نیز عرض کنم که با فشار اینها از داخل صفوف راهپیمایی حذف می شد. مطلب دیگر که واقعا باید به عنوان یک آسیب از اون نام ببرم مسئله استقلال قوه قضاییه بود. خب اولا در اون قرارداد وین که من گفتم وقتی شما حق قضاوت کنسولی را برای دیگران به رسم، برای یک سلطه، برای یک ابرقدرت یا برای هر کشوری به رسمیت شناختی، این به این معناست که قوه قضاییه تو مستقل نیست. بنابراین علاوه بر این مسئله در رأس قوه قضاییه وزیر دادگستری بود که او عضو قوه مجریه بود. بنابراین نمی توانستیم بگوییم که اون قوه قضاییه مستقل بود. چه آنچه قبلا هم گفتم این به اصطلاح وزرای دادگستری که بعضا هم آدم های خوبی بودند، مثلا از کنم خدمتتون که اما به طور کلی چون اهداف شاه را پیاده می کردند نمی توانستیم بگیم در دادگستری ما دادگستری مستقلی داریم و این با اصل تفکیک قوا نیز به اصطلاح مغایرت داشت. بنابراین در کوران انقلاب ما در بیانیه هایی که می دادیم نظرمان بر این بود که این نقص مرتفع بشود، یک شورای عالی قضایی از قضات دیوان عالی کشور ریاست به اصطلاح به صورت شورایی دادگستری رو اداره بکنند و تا به این صورت اصل تفکیک قوا به خوبی رعایت شده باشد. این 5 نفر که از قضات دیوان عالی کشور بودند اون موقع پیشنهاد ما این بود که با نظر به اصطلاح اکثریت قضات دیوان عالی کشور انتخاب بشوند که متاسفانه این مطلب هم اتفاق نیفتاد و این شغل به صورت انتصابی در آمد. آسیب دیگر می توانیم بگوییم که انتخابات در دوران رژیم پهلوی مطلقا معنا نداشت. صندوق ها رو از قبل پر می کردن، خاطرم هست حتی شناسنامه های مرده ها را هم جمع می کردن و به نام اونها عرض کنم خدمتون که رأی به صندوق می ریختن و اینها مدتات قبل از تشکیل ساواک در اختیار نظامیان بود و بعدن به اختیار به اصطلاح ساواک گذاشته شد. بدین معنا احساس به اصطلاح حقارتی که مردم میکردن از آن سلطه آمریکایی ها، از آن استبداد داخلی و از این که بدون به اصطلاح نظرخواهی از آنها حکومت ها میآیند و میروند، حق انتخاب از مردم گرفته شده بود و این هم درد بسیار بزرگی بود که به اصطلاح مردم از آن رنج می بردن. رژیم شاه بنابر آنچه که حتی اطرافیان شاه نوشتن یک رژیم کاملا تک صدایی بود. شما نگاه کنید ببینید مرحوم هویدا
وقتی که به مجلس میرفت از او میپرسیدند که برنامه شما چیست، پروگرام شما در مثلا این سال چیست، میگفتش که اجرای فرامین اعلی حضرت همایونی. این نخست وزیر مملکت بود که به اصطلاح برنامهش به این صورت اعلام میکرد. این نشان میداد که هیچ کس از خودش اختیاری ندارد، حتی نخست وزیر. در چنین اوضاع و احوالی است که افرادی چاپلوس، متملق، غارتگر، دزد و مختلس اطراف شاه را گرفتند و حتی اعلم در عرض کنم خدمتتون که یک اشاره به این مطلب دارم که روزی به اعلی حضرت عرض کردم، اعلی حضرت خاندان سلطنت، خب عرض کنم که در این مسائل مربوط به بیت المال یا عرض کنم که اموال عمومی دخالت میکنن و فلان اینها، شاه جواب میدهد که بگذار آنها به شغل تجارت در بیزنس خودشون مشغول باشند، اگر مشغول نباشند به فکر سلطنت میفتند. در چنین وضعیتی است که اکثر سیاست مدارانی که با شاه کار میکنند، هم از وزرا و نخست وزیر و فلان اینها، چاکر، غلام، غلام خانزاد و و و این القاب برای این انتخاب میشد تا بیشتر بتوانند به شاه نزدیک بشوند و بیشتر بتوانند اموال ملت را به غارت ببرند. و همچنین مطلبی دیگری که باید بگویم، این دردهایی بود که بر مردم مستولی شد و منجر به انقلاب سال 57 گردید. اما مطلب دیگری که باید به عرض برسانم، با آن که در ابتدای این مصاحبه ها گفته بودم انقلاب مشروطه انقلاب بسیار بزرگی بود که حکومت را از آسمان به زمین آورد و در خدمت مردم قرار داد، اما این ساده لوحی یا دوسوی نگری در هر دو قانون اساسی وجود دارد که در قانون اساسی انقلاب مشروطه میگوید سلطنت موهبتی است الهی که از طرف مردم، در حالی که بر مبنای انقلاب مشروطه دیگه بنا نبود حکومت از طرف خدا و پیغمبر و ائمه و امامان باشد. همین دو سو نگری و همین نوع نگرش دوگانه و بینابینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم وجود دارد که انشاءالله اگر عمری باقی بود در جلسه آینده مبحث قانون اساسی، یعنی میرسیم به اون که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ساختاری مردم گرایانه دارد یا خیر، صحبت خواهیم کرد. آقای سیف‌زاده سپاسگزارم. متشکرم، خداحافظ.